در کوه پایه های بلوچستان در غرب پاکستان دو شب پیش 11 کارگر یک معدن به صورت گروهی و توسط شبه نظامیان مسلح ربوده شدند. تنها چند ساعت پس از این اتفاق معدنچیان برگشت داده شد، اما نه زنده که نیمی از آنان به قتل رسیده و نیمی دیگر به شدت آسیب دیده بودند. یک مقام محلی کویت هم گفته که پیکرهای بیجان 6 نفر از کارگران ابتدا پیدا شد و 5 تن دیگر پس از آن پیدا شد که به شدت زخمی شده بودند و بعداً درگذشتند. این هم اجساد 11 قربانی، قربانیانی که همگی از یک قوم خاص هستند، هزاره های پاکستانی. خالق هزاره، سخنگوی حزب HDP کویته پاکستان هم گفته در این مورد با بزرگان سیاسی تصمیم گیری خواهند کرد. احزاب سیاسی هزاره دور هم خواهند نشست و تصمیم گیری خواهند کرد. ما اجساد را غسل می دهیم، اجساد را کفن و دفن و چهره آنها را به مادران و خواهرانشان نشان می دهیم. گروه داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته. بازماندگان این حمله ما می گویند دولت باید عاملین این رویداد را بازداشت کنند. مقام های رسمی هم قول دادند که مقصران را پیدا کنند. از جمله عمران خان، نخست وزیر پاکستان، در یک تویتی نوشته این یک اقدام تروریستی است و عاملان را شناسایی می کنند. کشتار 11 معدنچی بیگناه زغال سنگ در مچ بلوچستان یکی دیگر از اقدامات ناجوان مردانه و غیر انسانی تروریستی است. از FC خواستم که از همه منابع برای دستگیری این قاتلان و محاکمه آنها استفاده کنند. با این حال این اولین اتفاق علیه یک قوم خاص در پاکستان نیست. هزاره های پاکستانی غالباً مورد هدف شبه نظامیان مسلح قرار می گیرند.